آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. بینندگان ارجمند، دوستان گرامی، سلام عرض میکنیم. با آرزوی موفقیت و سربلندی و آزادی برنامه امروز را خدمت شما آغاز میکنیم و قرار وعده قبلی که خدمتتان عرض نموده بودم که برنامه این هفته ما یک برنامه راجع به پروسه صلح افغانستان. مذاکرات صلح افغانستان نباید حقوق و دستاوردهای زنان را نادیده بگیرد، زیرا زنان نیمه از پیکر جامعه هستند و بر مبنای میثاق‌های بین المللی حقوق زن و مرد مساوی است و زن افغانستان که بار سنگین، خونین و مصیبت بار جنگ را در آغوش کشیده است، نباید در هیچ پروسه و امر ملی نادیده گرفته شود. استفاده از حضور سمبولیک نمایشی زنان در شورای عالی صلح و اشتراک یا دخیل ننمودنشان در بحث‌های ملی و بین المللی و مسائل مهم سیاسی برای زنان قابل قبول نیست و همچنان هیچ گروه داخلی و خارجی اجازه ندارد که به نمایندگی از زنان حرف بزند و این قابل قبول نیست. ببخشید یک مکس کردم به خاطر از این که ما بایستی تلفن میکردم برای مهمانان عزیزی که ما امروز مهمانان عزیز و گرامی دارم. میخوایم که برای عزیز دوستای عزیز خود تلفن کنم و او فراموش ما شد متاسفانه، که محال از خلیجان عزیز تقاضا میکنم که همین نمبرها را دایل کنن اگر ما پیدا بتونم که با کجا نوشته کرده. و همچنان در این طرف صف است. بله، در دور تازه که آخری که ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی این موضوع صلح روی کار کردند و در اینجا موجودیت زن یا زنان میخواین که در امی صحبت‌های مقدماتی صلح و اگر سیاسی و ملی و بین المللی است باید اینا اشتراک کنند و غیر از او زنان انتقاد از عدم حمایت امریکا و جامعه جهانی خواهند داشت و ای بر تعهدات حقوق بشری امی دولت ها را زیر سوال خواهد برد. شما نیافتین؟ و این نمبر بله نخنه ایره. دوستان ارجمند، بسیار با عرض معذرت،
ما امروز مهمانان بسیار گرانقدر و عالی مقام داریم که امیدوار هستم تا آخر ما بتوانیم که به درستی این برنامه را خدمت شما تقدیم بکنیم. در آغاز از دانشمند محترم، از جناب محترم عمر ملکیار تقاضا میکنیم که روی لاین تشریف بیارند و ما البته که از ایشان دعوت کرده بودیم و ما میخواستیم آقای ملکیار عزیز، ما میخواییم در مورد شما یکم صحبت کنم. متاسفانه تلفن استودیو کار نداد و ما شما را به سلفونم آوردیم که میخوایم از حضور شما، از صحبت های شما ما مستفید شویم، بیننده های عزیز مستفید شوند که شما خبر دارین که پروسه روند صلح افغانستان در جریان است و ای از طرف بیرون اداره میشه و همچنان مقامات خود افغانستان هم این را تایید کردن که پروسه بسیار به سرعت پیش میره و ما شما میخواییم که بفهمم آیا اگر در افغانستان صلح بیایه و بر پایه های عدالت استوار نباشه، آیا باز هم فکر میکنین که با کنار گذاشتن نیمه از پیکر جامعه که زن است، این صلح یک صلح موفق و پایدار خواهد بود؟ بی بی عزیز، بی بی زکیه جان کوزات، با عرض سلام با شما، قربان تا با شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه وزین شما و به همه عزیزانی که شما را می لحظه در تلویزیون می بینن و برپای شما و به امی غمخوریشی که در قسمت صلح و به اصطلاح فروگذاشت از حقوق و سهمگیری طبقه والای زن صحبت می کنین و زحمت می کشین. ما میخواستم که دو نکته را عرض کنم. اول، صدای شما مرا تداعی کرد از اینکه از شوهر دانشمند بزرگوار شما جناب کوزاد مرحوم با تمام امتنان و بزرگداشت یاد کنم که حق بزرگ بسر زن و مرد و فرهنگ والای وطن دارن. آغاز میکنم کلمی اول خود به نام خداوند جان و خرد که از این اندیشه برتر برنگذرم. سوال بسیار بسیار عمیق، مهم و به جایی که شما فرمودین، من خانم کوزاد عزیز میخواستم یک چیز عرض بکنم. بله. سیاست علم امکانات است. سیاست مدار یا کسانی که سیاست پیش میبرند کسانی هستند که از این امکانات حد اعلای استفاده را برای منافع ملی خود بله به دست بیارم و هیچ فروگذاشتی در این صورت نگیره. اما یک نکته را باید در نظر داشته باشیم که هر وقت و هر زمان از خود تقاضاهایی داره. امروز به ترتیبی که پروسه صلح شما فرمودین که در جریان است به صورت پیش میره، نکته که باید آدم عرض بکنه ایست که نیمه ما همیشه ایره نیمه بیتر شما گفتیم اصلا میخوایم اگر به کسی بر میخوره اینا برای که زن مقام والای مادری را داره و حقش بسیار بزرگ است و اینان فروگذاشتن این طبقه محروم رنج کشیده همیش که مثل یک ستون بسیار بسیار محکم پشت مرد استاده و مرد صاحب نام و موفق کسی است که یک زن پشت از او قرار داره. اینال فروگذاشت و دور نگه داشتن طبقه زن از پروسه صلح کار معقول هم نیست و کاری است که
قابل قبولم نیست. اما شرایط زمان مجبور استیم ما همراهش به اصطلاح بسازیم. روزی که گپ یک جای بر صلح قدم اساسی برداشته میشه و گپ‌های محکمی روی کاغذ میآید که قابل اعتماد و اعتبار برای مردم رنجیده افغانستان باشد، اونو وقت است که زن باید یک صدا با اتحاد صدایشان بلند باشد، هم از طریق ملل متحد، هم از طریق تمام رسانه‌های جهانی و هم از طریق رسانه‌های داخلی کشور. و این یک وظیفه فوق‌العاده هم خطیر، هم والا و هم اساسی است. به او خاطر چیزی که شما فرمودین، یک پروسه صلح بدون وجود زن، بدون سهمگیری زن مکمل شده نمیتونه. این عقیده شخصی است و این را همواره بیان کردیم. شما که زن بله. تا امروز بهش ظلم زیاد شده بله. مگر از این به بعد وقتی که پروسه صلح میاد، خدا بخواه که به نفع افغانستان و به نفع مردم رنجیده افغانستان تمام شود، نادیده گرفتن زن یک گناه هست. چی باید کرد که برای تأمین حقوق زنان از حرف و عمل عبور کرد؟ بیبی زکی جان کوزات، من خدمت شما میتونم بایست یک فرد، بایست یک آدمی که مثل شما، مثل همه مردم علاقمند وطنم و خیر و بهبود وطن خودستم، چی باید بکنه انسان؟ اول ما بین طبقه والای زن یک همبستگی به کار است. شما امروز از مؤسسات یا از گروه هایی که در آلمان فعال هستند، من فکر میکنم بسیار کم خبر داری، اما طور کسی که در آلمان است از فرانسه کم خبر داره، بله. اما طور از استرالیا کم، از کانادا کم، در هر جای زن افغانستان بسیار مقام والا و شامخ خود ثابت کرده، عقل خود، فراست خود و مشوره معقول خود زنها ثابت کردن. با کابینه های مردم بیگانه زن وزیر میشه، زن وکیل میشه، زن سردرزم میشه، چرا با وطن خود من نشون؟ بله متاسفانه همین حق کی میتونه از زن بگیره؟ بله. ما بسیار زنهای بمره سابقه باشکو و بمره استعدادهای فوقلادهی دانیم داخل وطن، بله. موقع داده شود انسجام به وجود بیارین عبیبی زکی جان، بله. تماس بگیرین که همه یک صدا شوین، بله. صدای طبقه زن که یکی شد بسیار پرقدرت میشه، مادرای جهان با شما یک جای میشن، مردم با شما یک جای میشن، برای که دیگه مسائل بسیار بهش کمبوده آمد، بسیار گپای وادای بوده که هیچ وقت وفا نشده، مگر از زنا کس تا امروز نپرسیده و زن هیچ وقت به این مسائل سهیم نبوده و پیش قدم نبوده و امروز شما ثابت کنین که میتونین کمک کنین امی پروسی صلح در مابین وطن رنجیده تان. بله، ولی ما میخواستم امیر از شما بشنوم که چرا بعض از مرد یا اکثریت ما و جز از اشخاص و شخصیت های دانشمند و منور چون شما و امثال شما، چرا از بودن یا نام زن که مادر خودشان است شرم دارن، حتی از موجودیت از اونا شرم دارن؟ آیا باز هم زن مثل گذشته ها باید به قهقرا برود، باید دره بزنن، باید سنگسار شود، باید در همین حالت ها باز زن قرار بگیره؟ چی فکر میکنین؟ آیا این چی نوصل خواهد بود؟ شما سوال میفرمایین که این دل پرخون هر افغانی که برای وطنش میتپه متوجه دیگه پس این جهالت است بیبی عزیز. بله. زن وقتی که مادر است، بله. زن وقتی که همسر است، بله. زن وقتی که خواهر است. ما به سالهایی که موظف بودیم که برای رادیوی صدای امریکا گزارش تهیه کنم از مابین پاکستان، 5 مادر سال می بودم، 3 سال پی هم، 1.5 سال مدیدم که زن افغانستان چی رقم مجاهد اصلی و واقعی است. اولادش تربیه میکنه،
لباس شمیش رو میدوزه و نان برش تیار میکنه. و خاطر زیره از درک خانه و خانوادهش جمع نگاه میکنه و اولاد سالم تربیه میکنه. اینه با چشم سر دیدیم. بله. چطور میتونین که این طبقه والا را از حق اصلی خودش محروم کنیم؟ اگر میکنین این غیر جهالت یه دیگه چی نام میمانین؟ و بسیار متاسف هستم کمی نام میبرم و حیف روزگار ما. بله، افسوس افسوس. ما از حضور شما و صدای گرمتان بی نهایت اظهار سپاس دارم. شما لطف کردین، دعوت ما را پذیرفتین و بودن شما، صحبت شما برای ما جای بسا خوشی و مباهات خواهد بود و ما بسیار خرسند هستیم که اشخاص و شخصیت ها و دانشمندان چون شما در کنار ما هستند و از ما، از زنان افغان حمایت و عمل می آورند. تشکر میکنم. شما افتخار بخشیدین به من. خواهش میکنم. موضوعی که من با بسیار معتقد هستم. من مادرم بسیار دوست دارم، همسرم بسیار دوست دارم، خواهرم دوست دارم، همه زن افغان و هر سنینی که هستن برام مادر، خواهر و کسای عزیزم هستن. بله میدونم. من اونا را هیچ دیگه به شما گفته نمیتونم. من به کدام پیمانه احترام دارم و اعتقاد دارم و به این مطمئن هستم که خداوند حفظ بکنه طبقه زن افغانستان، یک روز درخشیدنی هستن و این روز بسیار دور نیست. انشالله انشالله. بله، ما تقاضا میکنم که امی صدای شما را امروز تمام زنانی که در هر گوشه دنیا زندگی میکنن و یا در داخل کشور هستن، صدای شما را، صدای ما را بشنون و هر مشکلی که دارن با ما در میان بگذارن و یک آواز شویم، یک صدا شویم، یک مشت شویم که هیچ کس دیگر نتواند که ما را، خواست ما را، آرزوی خواست مشروع ما را و فعالیت ها و دستاورد های ما را نادیده بگیرن و ما را کنار بگذارن و از جنس دو. بله، با امید خدا بیبیم. زنده باشید. با اون ذات که تکیه کنیم. بله. و امو از واقعیت فرار نکنیم. بله. و با همدیگه راست باشیم. بله. امی جنگ طبقاتی و مذهبی و رنگ و پوست و میبینیم که چی رقم ما را با بدبختی ها کشانیده میره. متاسفانه. بله. حیف از همون طبقه زن افغانستان آزرده خاطر کنه و ایر از مرد افغانستان جدا کنه، یعنی نیمی پیکر فرق سازن. بله. و امیر شما مردم روشن فکر هستین که امیر به فکر طبقه زن بتین. اول خودتان دانشمندا یک جای شوین، یک آواز بلند کنین و به ملل متحد نفوذ پیدا کنین. بله. و کشورهای سردوست جهان با مردمشان. بله، تشکر میکنم از محبتتان. صحت، موفقیت و طول عمر برتان میخوام. لطف کردین. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. السلام علیکم. خداحافظ. خب ما از جناب عمر ملکیار که عمر را در راه خدمت به کشور عزیز خود سپری کردند و همیشه آرزوی صلح و آزادی و آزادگی را برای مردم کشور خود تمنا دارند و این آرزو را دارند، ازشان یک جهان اظهار سپاس و امتنان میکنم. با ای که اینا امروز من میدانم که چقدر مصروف بودن و مهربانی کردین، تشکر از شما. و حال از نیلوفر جان خواهش میکنیم که امی شعر را که آقای یوسف حیران از کابل فرستادن لطفاً بگذارن که بسیار با علاقمندی، با بسیار زیبایی یک شعر از استاد کوزاد عزیز ما تقدیم بکنن. لطفاً امی تصویر آقای ایران به صفحه بگذارین.
نیلوفر جان لطفا تصویر آقای ایران بر روی صفحه بگذارین. بله تشکر. برا به بزم غزلهای عاشقانه ببر، مرا به بزم غزلهای عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر. به تیر مرگ پروبال مرغکان بستند، به تیر مرگ پروبال مرغکان بستند، خبر به شاخه آریان آشیانه ببر. دلم گرفته ز بدمستی شراب امشب، دلم گرفته ز بدمستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببر. دلم به یاد تو هر شب بهانه میگیرد، بیا بیا و خاطره ها را به یک بهانه ببر. به یاد عشق پریزادگان بیا، مرا به بزم غزلهای عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. به یاد عشق پریزادگان رفته مرا، به کوچه های تربخیز یک ترانه ببر. صدای بوسه لبهای داغ خوبان را، صدای بوسه لبهای داغ خوبان را، و گوش منتظر ناله شبانه ببر. خراب ساغر سرشار شعر کهزادم، خراب ساغر سرشار شعر کهزادم، مرا به میکده شاعر زمانه ببر، مرا به بزم غزلهای عاشقانه ببر، مرا به بزم غزلهای عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه. قرار است که نیلوفر جان عزیز یک آهنگ بشنویم. Thank you.
کهزاد عزیز، تو همیشه با ما هستی، هیچگاه از قلب ما، از ذهن ما دور نخواهی بود. تو با ما زندگی خواهی کرد و روحت را شاد و پر نور میخواییم. دوستان ارجمند، من تشکر میکنم از آقای یوسف ایران که بسیار مقبول شعر کهزاد دکلمه کردند و از کابل فرستادند، و همچنان ژورنالیستان دیگر عزیزان ما، همکاران ما، باز هم اشعار کهزاد دکلمه کردند فرستادند که به فرصت بخیر به حضور شما تقدیم خواهم نمود. و حال ما باز هم آخرین صحبت را داریم با یک دوست بسیار گرامی، با یک شخصیت علمی، یک دانشمند و یک سیاستمدار پروپا قرص و توانا، که در آغاز چون برنامه برای زن است، برای نجات زن است، برای حقوق زن است و برای رهایی زن است، یک آهنگ زیبا از فرهاد دریا را با هم میشنویم. بعد می رویم سراغ این مهمان عزیز ما که با هم صحبت های خواهیم داشت. توجه بفرمایید، نیلوفر جان عزیز، تقاضا می کنم که آهنگ فرهاد دریا را بگذارید. درد از گیریه تر شد، عمر تو با گیریه سر شد، عمر تو با گیریه سر شد. درد از گیریه تر شد، عمر تو با گیریه سر شد، عمر تو با گیریه سر. از دو چشمت خواب رفت و خنده های تو نظر شد، خنده های تو نظر. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم. بختت بر دوش خسته، ای پریشان ای مهاجر، ای پریشان ای مهاجر. ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر. ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم.
وی مور ای مادر ای ننه وی مور ای مادر مم جان ای نام نام آور آن جانم آی جان آبی نام تو زبا تو زبا تر آن جانم آی جان آبی نام تو زبا تو زبا تر مادرم ای مادرک خاکت شوم خاکت شوم خاک اندوه دل پاکت شوم باره قلبت با پاکستان باره دیگر با هندوستان باره قلبت با پاکستان عزیز مادر که زن است دختر است خواهر است بسیار عزیز است، بسیار گرامی است، از هر طبقه، از هر قوم، از هر ملیت، از هر کشور مادر عزیز است و عشق واقعی و فرزند خود دارد. اما افسوس افسوس که طی 3 سال من 2 عزیز خود را از دست دادم، هم مادر نازنین خود را و هم همسر مهربان خود را. خدا هر دویشان بیامرزد و بهشت برین جایشان باشد. 2 دعاگوی از دست دادیم. حال کس منتظر من نیست که زکیه تو کجا هستی؟ دیر کردی، پریشانت شدم. خدای نخواست اکسیدن نکرده باشی. گذات همیشه من کمه که سرکا بیروبار می بود برم زنگ می زد که زکیه ناراحت شدم، خوب هستی؟ ولی حاله کسی نیست که بگویم. خب دوستان ارجمند شما زنده باشین، همه دوستا زنده باشن و این مهمان گرامی ما که فعلا ایشان را دعوت کردیم روی لاین داریم، جناب احمد شاه راستا هستند که اینا یک زمان استاد انستیتوت علوم اجتماعی در دانشگاه کابل یا پوانتون کابل بودند و یکی از شخصیت های هستند که موضوعات اجتماعی را بسیار خوب می دانند و یک دانشمند و یک شخصیت علمی هستند که ما ازشان دعوت به عمل آوردیم تا به سوالات ما درباره پروسه صلح افغانستان و موقف زن یک کم سخن بگویند و یک سیاستمدار مجرب. شما را سلام عرض می کنم جناب احمدشاه روستا، بسیار صفا آوردین، بسیار خوش آمدین. از طریق لاین تلفن صدای گرم و گیرای شما را ما و بینندگان عزیز با علاقمندی می شنویم. سلام و درود بر شما خانم کوزاد ارجمند، لطف میکنید، و سلام و درود بر کارمندای شما، کارمندای تلویزیون شما و تلویزیون شما، و سلام مجدد و درود مجدد بر بیننده ها و وطنان عزیز و البته بر بیننده های شما. لطف کردین. ما اگر اجازه بدین پیش از اینکه شما صحبت سوال کنین از ما، از یکی از شخصیت های بزرگ خانوادگی خود یاد کردین، از آقای کوزاد. بله. اما من خدمت شما عرض کنم که آقای کوزاد بسیار بسیار جفا در قشقال بود که اگر پورا متعلق به خانواده بدانیم ما. بله. شخصیت های مثل کوزاد و جناب کوزاد، شادروان کوزاد، زندیان کوزاد، یکی از شخصیت های بزرگ فرهنگی و تاثیرگذار در قرن 20 در کشور ماست که جای از او و نقش از او در پروسه رشد فرهنگ همیشه و همیشه خالی خواهد بود. و نه تنها شما این خالیگاه را احساس میکنین، بلکه ما جامعه فرهنگی افغانستان هم درون کشور هم بیرون مرزی و همه مردم افغانستان
این خالیگاه را احساس میکنن و ما بر روانش و سجای های عالی انسانیش و هنر بزرگش تعظیم میکنم و درود میفرستم. و همچنان به مادر هنرپرور شما که شخصیت چون زکیه کوزاد تولد کرده زاییده و این شخصیت یک شخصیت نامدار در عرصه جورنالیزم و فرهنگ افغانستان است و در عین حال یک خانم آزاده و مدرس. فقط اینما قدر در پیش گفتار من میخواستم خدمت شما عرض بکنم. مهربانی کردین جناب راستا، بسیار زیاد تشکر، لطف کردین. ما هم هیچگاه تا هنوز قبول نکردیم که کوزات نیست در میان ما. خب هر صورت میریم سراغ عرفای خود که آقای راستای محترم، شما خود در جریان ای پروسه صلح افغانستان هستین و بسیار به سرعت ای پروسه تعقیب میشه و پیش میره. در اینجا جای تشویش است برای ما زنها که ما ایران هستیم که بالاخره سرنوشت ما باز هم چی گونه خواهد بود. زنان باید با کدام میکانیزم پروسه صلح را بپذیرند؟ نشود که فعالیت های آنان که تا به امروز انجام داده اند نادیده گرفته شود و بازم به کنار گذاشته شوند. خانم کوزاد گرامی، پیش از اینکه ما به سوال مشخص شما جواب بدم، اگر اجازه تان باشد بسیار معجز مختصر یک سلسله مسائل راجع به خود زن و ماهیت زن میگم و بعد از خود به سوال شما به صورت مشخص ما پاسخ میدم. بفرمایید. یکی نه که چندین دانشمند و متفکر بزرگ قرن 19 در مورد زنها میگن که رابطه مرد با زن یک رابطه مستقیم طبیعی و ضروری انسان با انسان است. بله. یعنی که مرد و زن دانشمندها و فیلسوف ها و کسایی که تیوریسن های واقعگرا یا ریالیست هستن، بله، رابطه مادون موافق نمیشمارن و رابطه انسان با انسان میشمارن. بله یک مسئله. مسئله دیگه که من میخوایم بر شما خدمت شما عرض کنم که یک تغییر، یک جهش تاریخی در جامعه همیشه زمان با وجود بیاد که در اونجا ما پیشرفت زن ببینیم، یعنی پیشرفت زن در جامعه ملموس و مشهود باشد. آها بله. و باز هم در یک جای دیگه همین دانشمندا میگه که پیشرفت اجتماعی دقیقا میتونه بر اساس جایگاه اجتماعی جنس زن در پروسه تولید و اداره جامعه باشد. بله. و زمان ساده برای شما بگویم که میزان رشد یک جامعه را ما زمان میتونیم تخمین بکنیم که ببینیم که در تمام امور، یعنی در تمام کارها و مسائل زنان چقدر نقش دارند. هر قدر که نقش زن بیشتر در جامعه باشد، اون مقدر که کشور سطح رشد و اطلاع و پیشرفت و ترقیش بالا می باشد. و شما یک پس در جامعه خودم می بینیم به شکل مقایسوی، در جامعه که همین لحظه در امریکا زندگی می کنیم، شما همین ساخت بسیار قوی را میبینید. بله. با در نظر داشته از این مسئله، من خدمت شما باید عرض بکنم که زنها نه تنها که اصلا سیتیزن دوم یا طبیعی دوم یا شهروند دوم نیستن و هیچ گونه ناتوانایی فیزیکی و ذهنی با مردها ندارن، بلکه رابطه زن با مرد یک رابطه است، یک رابطه انسان با انسان است. بله. بله. بر میار از این بنال مهم بر سوال شما که باز پسان در این مورد بیشتر گفت میزنیم که گفتن زنا باید با کدام میکانیزم صلح را بپذیرن و نشه که فعالیت های زیان نادیده گرفته شما. بله. من خدمت شما باید عرض بکنم که زنها باید اول یک میکانیزم در وجود خود، در بین خود، در کشور ما با وجود برن. او میکانیزم، اینمی میکانیزم است که من پیشتر تیوری از دوره تا حدودی بسیار معجز مختصر باشون گفتم، یعنی که زن به آزادی و استقلال کامل
در ذهن خود، در روان خود، در شعور خود، در وجدان خود برسه که بالاخره امی آزادی را پیاده بکنه در جامعه. تا وقتی که زن خودش به امی اعتقاد، به امی باور و به امی ایمان نرسه، هیچ گونه میکانیزم برای زن، برای رهایی زن از قید ستم و ظلم چندین جانبه که بسام تشریح خواد کرده از او رهایی نخواد. یعنی ما در جامعه خود میبینیم که زن من حیث یک موجود سیاسر حساب میشه، زن من حیث یک موجود ضعیفه حساب میشه، زن من حیث یک موجود دست دوم حساب میشه و بالاخره زن من حیث یک ناقص العقل حساب میشه. با وقتی که اینی اندیشه ها را زن اول از ذهن خود دور نکنه و فرزندان خود با این رویه پرورش نده که زن و مرد کدام تفاوت از لحاظ انسان بودن نداره، و هیچ میکانیزم نمیرسه. حالا در رابطه با میکانیزم پروسیسال هم خدمت شما عرض بکنم که اول که پروسیسال یک بحث بسیار طولانی است، من نمیخوام در اون زمینه صحبت بکنم، فقط یک مسئله را بگویم که این پروسیسال یک درامه است برای استمرار و ادامه شرایط بسیار بسیار ناهنجار سیاسی که میخواین به این شکل همی نابسامانی ها را به خصوص در رابطه با زن ها، چون بحث ما در زن هاست، ادامه بدن و اینمی را زیر نام پروسیسان هم بیارن و کنفرانس های ایجاد میکنن که به شکل بسیار نمادین و سمبولیک در کار در اون که میخواین و از اون میخواین که استفاده ابزاری بکنن. بله. در حالی که این پروسیسان کاملا یک پروسی ناکام است و اگر زن ها با میکانیزم میخواین داخل از این پروسه شود، با یک اتحاد، با وحدت، با یک میکانیزم بسیار قوی همبستگی دست جمعی با هم دیگر. پس زنان چی باید برنامه های را روی دست داشته باشند که نقششان چشمگیر بوده و از حق خود دفاع کرده بتانند، نه ای که منتظر بمانند کس دعوتشان کنه یا برایشان رهبری کنند؟ یعنی زنان باید با کدام توانمندی رهبری پروسه صلح به نفع ارزش های حقوق بشری و شهروندی خود به دست بگیرند؟ چی باید بکنند؟ اینجا اجازه بدید که ما یک قول بسیار مشهوره که شما شنیدین که میگه 200 مرد جنگی به از 100 هزار. بیاین که اتو بگویم خانم کوزار که 200 زن جنگی به از 100 هزار. بله. اینجا هدف ما از مرد جنگی کلام یا زن جنگی کلام چیز دیگر نیست. بله. زن جنگی تا اینجا هدف نیست که زن برای جنگ کنه ولی هدف ایست که زنها باید یک سازمان، یک ارگانیزیشن، یک اتحادیه، یک کمیونیتی بسیار نیرومند در کشور ما داشته باشد که به دور یک پلتفرم بسیار قوی، به دور یک مرام بسیار قوی، به دور یک هدف بسیار قوی دور نزدیک، یعنی هدف تاکتیکی و استراتژیک بسیار قوی، برای اعاده خواستهای صنفی خود، برای اعاده خواستهای جنسیتی خود ایجاد بکنند و هدف اصلی ارگانیزیشن یا سازمان ای باشد که بتانه به صورت قاطع از حق مشروع زنها از درون خانواده شروع تا جامعه، تا دولت، تا پروسیجرهای معین مثل پروسیجر اکسال و اینی گفا بتانه به شکل درست دفاع بکنن. تا زمانی که زنها در هر پروسه و من جمله در امید پروسه کاملا دروغین سن از یک نیرو، از یک موقعیت قوی، از یک موضع بسیار نیرومند برخورد نکنن و برخورد صادقانه نکنن و داخل نشن، به نظر ما فکر نمی کنم که خانم ها کارشان به جای برسن. بنام یکانه راهش این که خانم ها در وجود یک ارگانیزیشن بسیار نیرومند با اهداف معین و مشخص یک جای شون و من حیث یک نیرو خود تبارز بدن که نیروهای ضد آزادی زن و فمینیزم که در این مورد پاسپاسان صحبت میکنه اینها ببینن این نیرو را حس کنن و زنها جای خود و زور خود با توانایی خود و با نیروی خود در همچون پروسه ها که اگر واقعی باشه غیر واقعی باشد راه خود بکشاید. ما فکر میکنم که این اینجاست که زنها از شوینیزم مردانه رهایی میافن و من حیث یک جنس مستقل، یک قشر مستقل،
جامعه یک بخش مستقل مساوی و هماهنگ با نصف دیگه جامعه که مرد است میتونه که خواستهای خود بر پروسیجرها و روندها و فرایندها بقبولانه تحمیل بکنن، البته خواستهای طبیعی که مشروع انسانی و دفاع از حق صنفی زن همتون گفتیم، اینی خواستها رو میتونن که به شکل بسیار مثبتش در چوکات قانون در چوکات عقلانیت بتونن پیاده بکنن. خب با کدام توانمندی زنان از قبل برای جامعه بین المللی پیشنهادات را ارائه بکنن تا در این پروسه نقششان نادیده گرفته نشه، با خصوص که اقدامات از سوی بیرون هم رهبری می شود؟ بله، خانم کوزاد، پروسه ها در افغانستان از آن نه که اگر تاریخ افغانستان مطالعه بکنیم از 100 سال به این طرف با تأسف که بیشترین بدبختی های ما و شما در تمام عرصه ها و بخصوص در رابطه با مسئله زن و حقوق زن با تأسف تمام با درد تمام که از خارج تحمیل میشه رهبری میشه. بنابراین باز تاکید میکنیم که برای از این که ما بتانیم نیروهای درونی را در داخل کشور و در خارج کشور متقاعد بسازیم و این که اونها حق زن را مراعات بکنه، یگانه راهش بازم برای شما تاکید میکنم که اتحاد، اتفاق و ایجاد یک سازمان نیرومند قوی روشنگرانه خانم هاست که بتونه از خواستهای مشروع صنفی جنسیتی از خواستهایشان در رابطه با مسائل اجتماعی اقتصادی فرهنگی بتونه به شکل خوبش دفاع کرده بتونه. در اون صورت است که باز اگر این نیرو خارجی باشه یا داخلی باشه وقتی که دید که این یه نیرو است باز در اون صورت میتونن که با اون تمکین کنن به خواستهای زن و متناسب با خواستهای زن مجبور هستن که از خود کرنش نشان بدن و زنها را برسنت بشناسن. در غیر از اون اگر به شکل پراگنده اول خود زنها خود را از قید اسارت ایدئولوژی های افراطی وهابی مذهبی از قید سنت های ناپسند از قید بدبختی های خانوادگی و اجتماعی نکشن بیرون و اولاد خدا با مروریت تربیه نکنن، فکر نکنم که کدام تغییر در جامعه بیاید و نیروی خارجی هیچ زمان به خاطر به اصطلاح رضای خدا بر زنها حقشان را نمیدن. و شما فکر میکنید که آیا در شرایطی که اگر صلح که ما میشنویم و شایعاتی که هست اگر به این گونه صلح بیاید و اگر بر پایه‌های عدالت استوار نباشه و نیم پیکر جامعه را نادیده بگیره، آیا باز هم این زنان میتوانند با دست خالی و با او قیودات مبارزه بر بخواهند و باز هم امون خواستشان برآورده شود؟ چی فکر میکنین؟ ما خدمت شما عرض بکنم که اول ببینید که پیامت های این صلح چی هست، چی میخواین این صلح. اول ما باید صلح را ارزیابی بکنم پیش از اینکه ما نقش زن اینجا ارزیابی بکنیم. شما میفهمید که ما یک دولت 18 ساله کاملا فساد پیشه دست نشانده از 18 سال به این طرف داریم که به نام دولت تکنوکرات جهادی یاد میشه. بله. و بزرگترین فجایع تاریخی در تاریخ معاصر افغانستان در همین دوره 18 ساله اتفاق افتاده، از بریدن گوش زن گرفته تا بینیش تا در دادنش تا کشتنش خلاصه کلام بله. بسیار طولانیست و من نمیتونم همش اینجا یاد بکنم و نه تنها زن ها که در مجموع تمام همین رژیم تبهکار بسته تمام جامعه را در گیروان خود گرفته با کمک کشورهای خارجی. بنان این صلح هر وقتی که با وجود که چنین دولت ما داریم با وجود از این حداقل نامش دولت است، یک قانون اساسی وجود داره، یک پارلمان وجود داره ولو که درهای از این پارلمان بسته است و یک قضا وجود داره، سنات وجود داره، مثلا یعنی انستیتوت ها یا نهادهای قانونگذاری دولتی که این صلح را پیش ببرن از در افغانستان وجود داره، ولی با تاسف دولت کاملا در پاشیه رفته و حتی از شخصیت ها از درون دولت و بیرون دولت
میایند و در یک جای در ماسکو و یک جای میشینند و این پروسه سلاح را پیش میبرند. خب این ماهیت سلاح شد. اما این سلاح به کجا میرسه خانم کوزات؟ این را ما باید بسانیم. بله. اینها سلاح را با یک اپوزیسیونی که به نام طالبان است و او خودش نماینده پاکستان است. دقیقاً این سلاح سلاح گروه های جهادی درون دولت و بیرون دولت با پاکستان است. یعنی که ما شما میفهمیم که طالبان مستقیما لشکر نیابتی آیس آی پاکستان هستند و اینا خودشان خارجی هستند به حساب افغانستان. اینها میخواین بر افغانستان صلح بیارن. میخواین اولین طرح از یا در مورد صلح ایست که این دولت باید نابود شود، این دولت باید از بین برد و ما این یک دولت موقت ایجاد کنیم. و این دولت هم دولت موقت چگونه دولت است؟ یک امارت اسلامی را. حالا شما تصور کنید که در جامعه مدرن که در قرن 21 ما زندگی میکنیم و در این رابطه باز اگر وقت من پسان ما از لحاظ تاریخی تجارب تاریخی قرون وسطای اروپا رو با شما تشریح میکنم، اگر وقت نماند اگر نماند باز یک کدام برنامه دیگه. بله متاسفانه که وقت ما بسیار کم است. فقط شما از قانون اساسی گفتین، ببخشید. ما در یک جمله تو میگم که پیامد از این صلاحی است که بجای اینمی دولت با همه نفایزش من حیث یک دولت است، اینا میخواین یک امارت اسلامی را اینجا باوجود دارد و در این امارت اسلامی به صورت قطع شما میفهمین که قانون شریعت وهابی و شاید بخش از اندیشه های قم استوار حاکم شود و در نتیجه از این زنا به صورت کامل از حق خود محروم میشن. بله. و وقتی که شما از طالبان گفتین، از قانون اساسی گفتین، وقتی که طالبان میخواین با قانون اساسی تغییرات بیاورن، اید از زنان با چی و کدام میارهای بپذیرن؟ بسیار مختصر که وقت نداریم، معذرت میخوام. بله لطف کنید. بله. بله. طالبان اصلا با قانون اساسی، با قانون مدرن، با قانون مدنی، با حق شهروندی اصلا عقیده ندارن. اونا با وضاحتی را میگن طالبان اصلا این قانون را نمیپذیرن، چرا؟ سبایی که تغییرات دیگه به بنان. وقتی که امارت اسلامی میگن به این معنی که دیگه مسئله قانون مسئلهش منتفی است، حل است. کدام قانون؟ خب امارت اسلامی، قوانین اسلامی، البته اونو قوانین اسلامی که توجیهات وهابی و طالبی داره و از عربستان سعودی و پاکستان برازیان توجیه میشه. بنان یا به قانون اساسی، قانون شهروندی، حق شهروندی، حق انسان، جوامع دیگه، مجتمع های فرهنگی و دفاع از حق زن و انسان دیگه با اصلا باور نداره. خب ما از حضور شما بسیار زیاد سپاس. متاسفانه که وقت با ما یاری نکرد. میخواستیم بیشتر از صحبت‌های دلچسب شما و همه جانبیتان بشنویم. یار زنده صحبت باقی، اما انشالله در برنامه آینده باز هم اگر خواست خدا بود شما را زحمت خواهیم داد. و در نتیجه یعنی هدف ای است که جناب ملکیار همچنین آرزو کردن و شما نیز، که زنا خودشان باید متحدانه صرف نظر از تمام رقابت ها، حسادت ها، از تمام موضوعات قومی و لسانی و نژادی و مذهبی صرف نظر کنن و بیاین فعلا اما متحد شوند، یک جا شوند تا همه بتوانیم که یک مشت واحد و ما را کس شکست داده نتانه و آزادی های مشروع ما را کس زیر سوال برده نتانه. بله. این مسئله چند مسئله را بنا باید اول فیمینیزم را بخوانم که فیمینیزم چیست. بله. دیگر با ماهیت دموکراسی باید بخوانم که دموکراسی یعنی چیست. امروز از دموکراسی در کشور ما آقای راستا بسیار استفاده سو شد. هیچ نفهمیدن که دموکراسی یعنی چی. یک اده فکر کرد دموکراسی یعنی بی‌بندوباری، دموکراسی یعنی دزدی، دموکراسی یعنی هزار و یک فجایع. شما میبینین که در کشور امیال چقدر فجایع است و چقدر این جوانای ما معتاد به مواد مخدر شدن. دموکراسی اینی بدبختی ها رو بر ما آورد، چون ما نمیفهمیدیم که دموکراسی یعنی چی. به گفته شما با عرض معذرت من خدمت
شما بگویم این چیزایی که شما گفتین و در کشور ما وجود داره این دموکراسی نیست. این بله. در علوم سیاسی به نام انارشیسم، یعنی بله بله باید دیگه به ساده تر عامیانه بگویم گدوادی. بله. این کشور ما اینطور با فساد بزرگسترده. بله. اما یکی از فرایندها یا یکی از مؤلفه های دموکراسی آزادی بیان است که در افغانستان آزادی بیان از زیر نام دموکراسی گفتن و انارشیسم آوردن با نام دموکراسی و این حرفایی را که شما میگین همیشه در افغانستان وجود داره. بله. و این بحثای بسیار وسیعه. بله. مستلزم تشکر میکنم از شما، مهربانی کردین، یک جهان ممنون. جناب احمدشاه راستا استاد پوهنتون کابل در گذشته ها و یک جامعه شناس، جامعه شناس که به صورت علمی شما آموختین و آموختاندین، از حضورتان بسیار تشکر میکنه و یک سیاستمدار مجرب. انشالله در امی ارتباطات در آینده ما چندین پروگرام خود را در امی زمینه خواهیم داشت، در آینده با شما صحبت های باز هم تکرار می داشته باشیم که بسیار تشکر میکنم هستم. لطف کردید. فقط من در آخر یک جمله میگم که وقت بسیار کم بود، اینجا بسیار بحثای وسیع در این زمینه که ما رو محدود می سازم. بله. و فقط یک مسئله دیگر بگم که من یک برنامه دارم به نام برنامه در افق اندیشه که تحت مواظبت استاد هنرمند بسیار بزرگوار استاد اشکریز هر روز پخش میشه و در اونجا این بحثا رو من بسیار به شکل میتودی مثل در کلاس درسی آدم درک بتن ما ای را از این بحث همین تیپ بحثا را اونجا سازماندهی میکنم. تشکر. و در آینده هم در خدمت شما خواهد بودم. بسیار تشکر. زیاد بود بیشتر توضیح کنم. تشکر. لطفتان یک جان تشکر برای شما پیروزی های درخشان میخواهیم. ممنون. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. بسیار تشکر. خدا نگهدار. دوستان عزیز، برنامه در امینجا به پایان رسید. ناگزیر هستیم با شما خداحافظی کنیم. عزیزان ما، از نیلوفر جان در استودیوی مرکزی بی نهایت تشکر. خود معذرت میخوایم از خاطر که فراموش کردم یک ذره در شروع تلفن ها را، و از خلیل جان راغب در اینجا، از هر یک شما، از جناب آقای مسکینیار که بر ما اجازه نشر آهنگ را که باید نشر نمیشد اجازه دادن، یک جهان ممنون و سپاسگزار رستم. خدا نگهدار تا دیدار، با امید آزادی، آزادگی مشروع زنان از قید اسارت و بردگی. آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.